سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های برنامه در کنار من کارون و گلناز نشستن سلام سلام بعد من گفتم گلناز و کارون بله بله دیگه آخه البته ایشون نمیدونیم آخه پادکست دیگه میرن زیاد نمیدونیم واقعا الان رابطه همون نمیدونیم چجوریه دست روی دست بسیار است دوباره برگشتیم با یه اپیزود دیگه با گلناز بچه ها امروز نیستن فرهاد و فرزاد مریضن یه مریضی افتاده تو شهر مثلا شما مثلا که مر... هفته پیش یه سر کسالت داشتم من با یه سردرد خیلی عجیبی بیدار شدم و فکرم سرما خوردم ولی واقعا 24 ساعت خوب شد از شروعش با خود آره شد. آره من من باشم آره خلاص آره شهر یه مریضی افتاده همه دارن مریض همه واقعا دارن مریض میشن و هیچ کم نمیدونه چیه مریض سرما خوردی دیگه دیگه, دیگه. فلو سیزن دوباره نه مخه اینقدر دیگه ما تنها که برام وجود داشت برای چند سال گذشته کووید بود دیگه هیچ مریضی دیگه‌ای وجود خارجی نه نه اونام به خاطر کووید بود یعنی اون 44 سال آخه هست آره واقعا خب من اول فقط بگم که من گردنم مشکل داره دارم سعی نمی کنم با منزه باشم واقعا مشکل داره منم گردم مشکل داره نه به اندازی گفت من فقط ایمان من امروز مشکلی ندارم شما میخواین جفتتون یه ور بشین که فقط من نمیشه هیچ راهی نداره من چای درست روخ زیبایی تو رو میتونم دیگه من به راست میتونم بچرخم ولی من همینجوری دیگه به من نچرخ دیگه تو فقط چشات تو اینطوری کن به من ترسناک نکنی اون من همینجوری هم من همینجوری ام اوکی اوکی. ما برگشتیم با یه اپیزود دیگه میخوایم ادامه بدیم چه الان توی کدوم کتگوری هستیم جنبش زنان ولی دیگه اواخر دهه هفتاد اصلاحات دوران احمدی نژاد و بعدم که کلا از بح بمیره میره این مبحث متاسفانه خب دوران می میره یعنی استاد محمود احمدی احمد نژاد بفرمایید خب تو،, تو میخوای چیزی رو شروع کنی کار رو یه ذره صحبت نکنیم راجع به اتفاقاتی که میخواستم بگم ریش و قیچی نمیشه من مو و هایلایتر رو میدم دست شما شما اونم بده اونم از اون بره دیگه نه چرا فقط به خانم مو هایلایتر رو نه به مردم میدم از این به بعد صحبت کنیم چه خبر بوده توی هفته چقدر میخوایم حاشیه بریم ببینین من گفتم بهتون این مبحث دیگه متاسفانه چون یه از بین داره میره خیلی بلند نیست یعنی صحبت راجع به خود جنبش میتونیم راجع به مثلا دیگه 96 98 و 1401 اتفاقی که افتاد صحبت کنیم ولی اولا مخاطبین خیلیاشو میدونن ولی خود مبحث جنبش زنان 88 یه جورای دیگه پروندهش کلا معقوله آزادی 88 به بعد 88 به بعد کامل از بین میره هر چیز دلوقتي نسبی, دلوقتي نسبی هم که بود, بود از 88 به بعد به چیزایی که پری اپیزود صحبت کردیم رو در مورد صحبت کنیم به با حال الان... اون در مورد رپرها میخوایم بگیم یه بیفی بود وجود اومد بین رپرای عزیز بیفید. فدایی اشکان فدایی سروش هیچکس رو زد گفتن که یه سری عکس منتشر کردن ده. از پدر و مادر همسر سروش هیچکس که میگفتن که در واقع با مجاهدینن و سروش هم داره حالا فالو میکنه و در واقع داره ساپورت میکنه و فلان و فلان و فلان به کجا رسید تهش ببین من آخرین چیزی که دیدم چون واقعا دیگه یه موقع های حسنم نمیاد که چیزایی رو دنبال بکنم این بودش که همسر حالا میگم همسر آزاده همسر سروش م... هیچ شما میتونی بگی آزاده ما بگیم یه دیسترک میاد آخو <تص> من آخو متاسفانه فامیل ایشونو نمیدونم ولی من که میدونم اسم فامیل میگم متاسفانه فامیلشون یادم نیستش ولی خانم آزاده یه رشته توییت نوشتن در مورد اینکه خیلی من من احساس میکنم خیلی صادقانه راجبه حالا م... کسانی که پدر و مادرش هستن و بودن توضیح داد راجع به نقش خودش توی اون خانواده ای که بوده توضیح داد راجع به همسرش توضیح داد من خودم برام خیلی سوالات بیشتری مطرح شد چون از قبل ماجر رو نمیدونستم اول که رشته توییت خوندم با خودم که الان مگه چی شده الان چه اتفاقی افتاد بعد که رفتم فهمیدم چه اتفاقاتی افتاده به سروش هیچ کس چه مثلا حالا من میگم اتهام به خاطر اینکه به نظر من بستن کسی به مجاهدین خلق خیلی هم پرونده سازی داخل ایران و هم حالا توی چشم جامعه ایرانی به حال مجاهدین هم به چه منفی دارن خب ده. ولی اتهام بهش زدن که مثلا پیرو خط مجاهدین خلقه و این حرفا تازه فهمیدم ماجرا چیه من خودم اولین بار رشته توییت آزاده رو خوندم که بعد دیگه اصلا کشیده شد به 1500 تصویر من, من فکر کنم همه, همه مهمیش همین قسمت 1500 آره. تصویر که من هیچی در نمیدونم <تصفح> این قسمت مهمش من فقط بیف رپری شد دنبال کردم آره اینش این هفته پیش بود دیگه چند روز پیش بود دو روز پیش آره, آره دو روز پیش ببین من خودم چون تو توییتر اینو نوشتم اینجا واقعا تکرار میکنم اولا که 1500 تصویر اولین بار نبود که چند روز فعالیتاشون رو کم بکنن گفته بودن قبلش هم که این کار یعنی زیاد اتفاق افتاده بود همیشه گفتن, همیشه می گفتن الان نگرانی این هستش که چون نگفتن اعلام نکردن ولی من خودم توییت نوشتم و همون خطم هم میخوام برم تو قوی ترین مبارزه میدون جنگم باشی یه موقع هایی بعد بری تو سنگر با خودت فکر بکنی که قدم بعدی چیه الزامن قرار نیستش که اعلام بکنی من دارم میرم تو سنگر را مثلا حواستون باشه بله. من خودم فکر میکنم یعنی من فکر کنم که این ولوله ای که تو دل همه افتاده در مورد 1500 تصویر شاید درست نباشه برمیگردن چون اونا موقعی که هیچ کس مبارز نبود هیچکس هیچ کس اصلا به شرایطی که داخل ایران حکم فرما نبود فکر نمیکردن یه همچین اکاونتی با اینی که در واقع استناد بکنم به اتفاقاتی که داره میفته یعنی شروع بکنن صحبت کردن در مورد جنایات جمهوری اسلامی رو شروع کردن و به نظر من با این به قول تو حالا بیفا و اینام هم کنار نمیکشن رپرو میگم میگن در واقع یه جمله رپراست که میگه که مبارز بودن وقتی مبارز بودن مود نبود واقعا واقعا همینطوره یعنی من به نظرم میادش که اگر که رفتن استراحت من متاسفانه مثل اینکه خیلی ریالیستیک فکر نمی کنم. چون در مورد هر کسی که خدافزی کرد رفت من میگم که فکر کنم رفته استراحت کنه حقش هم هست ولی واقعا آدم به استراحت احتیاج دارن من یعنی این من که خودم خیلی فا... یعنی ندارم و این حرفا گاهی اوقات انقدر به هم حمله میشه با خودم میگم یه دو ساعت از توییتر بیا بیرون کسانی که اونقدر دیگه فالوور دارن حمله های گسترده هم بهشون میشه به نظر من حقشونه واقعا نه امیدوارم تا روزی که این اپیزود میاد بیرون 1500 برگشته باشه آره. که ما از من احساس میکنم که برگشتن قوی تر از قبلا برمیگردن چون کلا کارهای پشت صحنه خیلی مهمتر و ماندگارتره تا اینی که بیان تویت کنه دو منبع قابل اعتماد داشتیم 1500 و آقای وحید آنلاین وحید آنلاین, آنلا. آنلا. چی شد؟ نه, نه نه, نه مسئولیتش ولی خب الان خیلی بیشتر میشه دیگه چون به هر حال ده یه ده. مقدار وحیدم یادتون میاد مریض شد آره بیچاره خب ببینی آدم ها مریض میشن بابت فشاره دیگه من دو روز خبر شنیدم واقعا نصف گردنم بابت میدونی استرس خبرای بعد میاد سر هم آره بکن این بنده خداها که اون وقت اون پشتم مداوم یه سری آدم دارن واسه شون های ها واقعا سخت خدا یعنی این... بخونی در مورد مرگ و شکنجه و اینا آه. آه این چه زندگی بعد خودشون میشن دمتون گرم واقعا حالا کسایی که میدونم من کسایی که میشناسم و سیاسی نیستن تهدیدا رو دارن میگیرن yeah. مثلا طرف هر روز میگن براش مسج میاد که سنگسارت میکنین فلان میکنین بیسار میکنین میدونی تا نیتای... با اینکه طرف ایران نیست ولی میره رو مخت دیگه همینطوری داره آره حس فکر آره. میکنی که هر لحظه ممکن اتفاقی بیفته اون طرف هم که نشسته ایران براش مهم نیست که بهشون میگن کیبورد واریر دیگه اینا دقیقا دقیقا نه ولی به هر حال به تو منم امیدوارم تا این اپیزود بیاد بیرون 1500 تصویر برگشته باشه و نشونم بده که میگم من همیشه در موردشون این فکر رو میکنم که کارهایی که اون پشت دارن میکنن توییت زدن خیلی مهمه اطلاع رسانی خیلی مهمه ولی اینکه تو یه کارهایی داری میکنی <تصفح> که در واقع نتیجهش در دراز مدت خیلی مهمتره به نظرم از اطلاع رسانی سانه ای شاید مهمتر باشه داستان چیز به کجا رسید این گس کردن در واقع همراه شیمیایی به مدارس هنوز هم ادامه داره باقیه و خیلی جدی یعنی واقعا نمیدونم چی بگم در موردش یعنی هیچ آپدیتی نیومد یک تونه ویدیو دیدم که وسطش مجبور شدم قطع کنم نمیدونم شما دیدین یا نه که صدا سیما میلی دیدی دیدی وای صحبت میکن ده تو, تو شاید ببین یه... یه مشت مترسک وایسونده اونجا خب گوشی رو پرت آره واقعا به گوشی رو پرت کنی. نگاه نکن هرس میخوریم یه یه مش مترسک وایسونده اونجا خوبه من جایی که عالی نه شما اصلا خودتم اذیت نکن نه نه الان این الان خیلی نه خلی... ای نه نه هم بالاتر هم پوزیشن اگر نه الان خیلی خوبه uh, یه مش مترسک وایسونده اونجا اینا میخندن میگن ای ما میه میای شیطنت بچه هاست اینا میخوان مدرسه نرن اینا فلان و ببین مثلا جوون هم هستن این مترسک هاشون من خیلی من پشتم میلرزه وقتی میبینم که خود این جوون ها... که سربازان چیزن دیگه خط من دنبال یه میگردم دیگه واقعا دنبال یه یعنی روان هم اثبات کرده شما فوش ناجور که میدی تخلیه میشی الان فقط میتونی فوش ناجور بدی به این آدم بابا به خدا فوش ناجور داد آره من اون دختر میگه که مگه جنگ نه جنگ... هم آره. وای من تا همون دیدم بعد اون دیگه من نتونستم نه واقعا ب... منم هم... ببین من خیلی از یعنی مثلا یه ماه اخیره ویدیوهایی که از ام، حالا تجمعات ام، از خود حمله ها میاد بیرون بی صدا نگاه میکنم م. چون فکر میکنم مهمه نگاه کنم ولی واقعا دیگه اون جیغ و فریادا رو نمیتونم متاسفانه حتما آدم ضعیفی هستم نمیتونم تحمل کنم این دیگه تو این ماه ها بود که بسه چون هیچ چیزی نه به علممون اضافه میکنه نه مشخصتر میکنه که جمهوری اسلامی عجب رژیم کثیفیه دیگه میدونیم میدونی به خودم گفتم کافیه دیگه بابا اینو بذارش کنار اینا دیگه مشخصه اینا دیگه شمشیر رو از رو بستن صحبت‌های های خامنه ای هم که دیدین دیگه بله. مردم که نمیفهمن آره چیه. جالب بود عجب اون چیزا رو در بودن 97 بود که این بود به فلسطین و اینا گفته بود برن رفراندوم برگزار کنن نه اونجا حالا. مردم فلسطین میفهمن ولی مردم ایران نه نمیفهمن اون... چیزا رو دیدی بسیجیا رفته بودن دیدار آقا بعد شروع کرده بوده که داد و بیداد کرده ببین بوده. من ها, اینو من دیدم که چند نفر از کسانی که فالو میکنن راجبش صحبت کردن ولی توییت اصلی پاک شده بوده اون چیزی که یعنی شیر کرده بوده اون ویدیو رو چی بود جریانش من ببین ویدیو اینه که یه سری بسیجی رفتن پیش آقا خالد. بعد خب اینا از هزار تا فیلتر رد میشن بله. اونجا هر کسی که راه نمیدن بعد یکی از توی جمعیت شروع میکنه صحبت کرده مثلا با صدای بلند و معلومه اعتراض داره میکنه ولی خیلی هم واضح نیست که مثلا چه جمله‌ای میگه ولی فکر کنم به وضع معیشت و اینا داره اعتراض میکنه بعد دیگه اونجا آقا هم خیلی چون نمیتونه کنترل کنه خیلی خوب جلو نمیره یه جوری میگی انگار ببین شوی خودشون نیست میکنه نه چون بیشتر ضعف اونا رو نشون میداد و اینکه شما مثلا این برنامه رو انقدر مدیریت که این همه فیلتر دارید و یکی از آدمای خودتون برمیگرده اون رو میگه من نمیدونم آلا. چی گفته حالا میگم صدا خیلی واضحه انتقاد کرده ولی آره معلومه شروع کردن انتقاد کردن بعد اونم میگه که نه ما اگه بخوایم همه با هم حرف بزنیم که نمیشه این داره میگه که کشورداری کار راحتی نیست آره. اینجوریه بعد از اون احتمالاً میگه ولی به هر حال اختلاف بین خودشون که حتما هست بر سر قدرت نه به خاطر مردم مثلا خو... کسانی که داخل خود سیستم جمهوری اسلامی هستن کسی فکر نمیکنه من اگه بیام سر کار چون میخوام مردم در آرامش بیشتری باشن اونا الان جنگ بر سر قدرت و خب آره ممکنه این اتفاق بیفته من شاید یه باعثی دارم چون همون میگم دیدم آدمها شعر کردن نمیتونستم ببینم ویدیوی اصلی پاک شده بود ولی مثلا دیدم خیلی نوشتن که نکنه شوی خودشون باشه بعد از حرفی که خامنه ای زد در مورد همین رفراندوم و ملت نمیدونن چون یکی دو تا نماینده مجلس هم دیدم که امروز نوشتن که مردم در مورد یک سری زرافت های کشورداری اطلاعاتی ندارن مثلا انگار رفع و رجوع بکنن حرف گندلاتشون رو آره دقیقا اتفاقا حالا در مورد همین معیشت که گفتی پیروزا توی دونه رومی بودم بذار ببینم اسم آقا رو نوشتم میشالا حرف خیلی جالبی زد آقای مهدی آقای مهدی نوربخش فعال دانشجویی و فکر میکنم استاد دانشگاه هم هستن گفت شماها سخنرانی خامنی رو تمام این سال هایی که دیگه رهبره این به اون نوربخش بانک مرکزی اینا رب دارن؟ نمیتونم. مرکزی بود که بمی... فقط میدونم که خیلی خیلی ساله که دیگه امریکا هستن و استاد دانشگاه هستن آقای موسنی هم بودن من یعنی تو کلاب هاوس که دیدم گفت همه این سالها شما اگه سخنرانی های خامنه رو نگاه بکنین هیچ وقت به فقر اشاره نمیکنه. در مورد فساد مالی هم میگه این موضوع رو دقیقا. گفت در مورد موضوعات فساد مالی هم میگه این مسائل رو زیاد کش ندید تنها چیزی که همیشه بحث گل سرسبده براشون مسئله هجابه و واسه همینم هم هستش که رو نقطه درستی حالا جامعه یعنی اون فعالیت مدنی که داره میکنه در مورد اینکه هجابشون رو برداشتن زنها رو نقطه درستی دست گذاشتن چون اینا هیچ چیز دیگه براشون مهم نیست یه زمان گفته بودن که بفهم اینا گفتی اینا فقط میخوان مخالفت کنن با خواست آدم دیگه سر داستان بازی های فوتبال و اینا اینا دیدیم همیشه فوتبال بود ملت میخواستن خوشحالی کنن اینا سرکوب میکردن امسال که ملت نمیخواستن خوشحالی کنن خودشو. اینا اومدن شروع کردن رقصیدن دیگه این مریضی حالا حجاب مثلا ملت اگه میخواستن با حجاب برن بیرون اینا میومدن میگفتن نه بعد لخت بیاید حالا گفتی که فوتبال مسابقه عادل فردوسی پور رو دیدید با نصف دید. نصف جالب جالب بود که تو ایران خیلی تیکه خیلی یعنی عادل فردوسی پور قسمت دومش هم حتما ببین خیلی متفاوته با قسمت اولش ولی برا من جالب بود که یه نفر داره تو ایران با همچین در واقع بعدم هم کی بهش حمله شد کی بهش حمله کرد خود فردوسی پور یا جهان کنم جهان بخش که میتونه بهش حمله بشه مشکل نه ده. نه جهان نه نه پس به عادل فردوسی پور تو میگی خوب تیکندا نه عادل فردوسی پور به جهان بخش خیلی خوب تیک آه خیلی خوب تیک خوب در مورد حجاب گفت در مورد اون خانومه که توی جام جهانی میگفت چی چی نو آره اه... نو 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 نه 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 چی میگفت میگفت انیویز چادریه آره 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 اون در مورد اون خیلی صحبت کردن در مورد حجاب صحبت کردن در مورد شلوغی صحبت کردن اون صحبت اولی هم که عادل فروسی پور کرد قبل از اینکه برنامه شروع بشه از اون قشنگ من یه تیکه هایی دیدم کل مصاحبه رو ندیدم ولی یه تی... تیکه که یعنی تو توییتر بچه ها شعر میکنن و دیدم به اشتراک میذارن اه... یکیش این بودش که یه قسمتی مثل این که گفته بود که اه... مردم داشتن زندگی عادیشون رو میکردن که همه عکس بچههایی که کشته شده بودن تو همون چند روز رو گذاشته بودن زندگی عادی مردم من مثلا این چیزا رو یعنی تیکه هایی که مردم مردم داشتن تیکه مینداختن به فکر میکنم صحبت خود جهان جا... به جهان به آره, آره. آره. خیلی مال اومد بکشه یعنی بعد این آره. اون صحبتی که باباش کرد ولی آره من آره. من نیدم مصاحبه چی گفتم پدرشو همون زمان جام جهانی بابا اومده بود یه پاچه خاری کرده بود خب باباشه به خودش نمیتونی سرباز... که بنده شده قبلا بود. بود سربازی بچه‌مو بود. درست کنه اینا ولی ایرادایی که فرسبور میگیره وارد ولی آقا منم قبل از این اتفاقات زیاد میگفتم نمیدونیم چقدر اینا مثلا برنامه خودشونه بالاخره یه سوپاپ اطمینان همیشه جمهوری اسلامی داشته مثلا دیگه الان ما چون به همه چیز داریم شک میکنیم آخه ببین واقعا توی یک حکومت دیکتاتوری توتالیتر به همه چی هم شک بکنیم آره یعنی اینا... آره میدونی یعنی مثلا من یه چیزایی رو کنار هم میذارم وقتی که مثلا یکی از سلبریتی ها مثل کتایون ریاهی به عنوان مثال م. هجابش رو برمیداره بعد مثلا میگیرنش یه مدت خیلی طولانی خبری ازش نیست میذارم در کنار یه اتفاقات دیگه کسایی که میان ببخشید یه حرفایی میزنن بعد هیچ اتفاقی نمیفته دو حالت داره یا اونا خودشون خیلی پشتشون گرمه که کسی نمیتونه بیاد بهشون دست بزنه یا اینکه یه جاهایی خود رژیم داره شل میگیره که حالا سوپاپ اطمینان سوپا آره ولی شاید هم واقعا به این سیاه سفیدی که دیگه ماها فکر میکنیم نباشه یعنی اونام دانسته میدونن که ممکنه براشون مشکل به وجود بیاد که دمشون گرم واقعا امیدوار و... و آره یه حرفایی میزنن من واقعا دوستم واسه کسی مشکل به وجود بیاد ولی این شک تو جونمون افتاده دیگه ببین تا جایش نسبت به حالا عقبه آدمو به نظر من میتونیم اطمینان ات... کنیم دیگه حالا حداقلش این بود که عادل بود تا موقعی که برنامه شد داش همه طرفدارش بودن همه میگفتن حرفی که واقعا میگفتم حرفی که میزد منطقی بود هیچ وقت طرف کسی رو نگرفت از نظر من به خاطر همین نسبت به عقبه آدما من انتخاب میکنم برای. که اعتماد کنم میفهمم که جمهوری اسلامی خیلی کثیف تر از این نه نه حرفت کاملا درسته ولی به نظر من بعضی جوان باید یه استرسی روی این اعتماد بذاریم اینکه آدما به هم دیگه خیلی بی اعتمادی این هیچ جلو نمیبره اصلا یکی از مشکلاتمون یکی از سرمایه گذاری که همه سالها جمهوری اسلامی کرده که هی آدما رو توی قطب های مختلف در برابر هم قرار داده در برابر مرد با هجاب در برابر بی هجاب مذهبی در برابر همه این قدسوازی هایی که کرده به قول حال همون دوستمون که باش مصاحبه کردیم اسمش نیم برم چون شما سری میخواین دعوت بکنیم کلونی کیو کیو که کردن مداوم واقعا یکی از بزرگترین پیروزی هاشون این 44 سال بوده مردمان ها به هم اعتماد کردن ولی من حرف تو رو خیلی قبول دارم آدم بعد به کارنامه آدم ها نگاه بکنه همون جوری که به خیلی از سلبریتی‌ها ها نمیدونم دیدین مهناز افشار دوباره چی استوری کرده بوده نه خیلی هم میبینیم مثلا یه نفر مثل مهناز افشار موقعی که داشت صحبت می‌کنه خودمون می‌خندیم دیگه. دیگه یعنی یه بار بهش اطمینان کردیم دوباره به طرف اطمینان میدونی همین امروز گفتم گفتم من خودم دو بار بنفیرا به دادت پیش دادم الان بهت میگم و خب هر بار خودش یه کاری کرده این چمدون که اتفاقا خانم دریا صفایی هم استفاده کرده بود چمدونی که زن زندگی آزادی این چمدون کوچولا که حالا دیگه میدونی هودی درست شد خیلی چیزا از این درست شده مثل این که استوری کرده و گفته که تون مثلا با کد تخفیف مهناز 20 درصد خب ببین چقدر دیگه همین میخوام بهت بگم کارنامه هم. اینجا میشه دیگه حالا مهناز افشار هر چقدر دیگه هم بیاد سعی بکنه خودش رو جزی از مردم نشون بده خودش خودش خراب میکنه نه همون دیگه میگم من الان باورم اینه که در پی 6 ماه هفت ماه گذشته آدما انقدر دانششون رفت بالا حالا از لحاظ سیاسی انقدر اطرافیانشون شناختن همه اومدن یه سری به توییتر زدن دیگه بله فقط چیزای صدا و سیما نبود یه سری بله به اینستاگرام زدن اینور بر اونور بر مصاحبه اومد بیرون احساس میکنم همه اون جاجمنت خوب رو نسبت به, به حالا کسایی که اسمشون مطرحه دارن میتونم ببینن که کیا دارن کمک میکنن کیا دارن ضربه میزنن عقبه آدمو چی بوده برای همین من حداقلش اینه که الان به عادل فردوسی پور و حرفاشو اینا اسم دارن و فکر میکنم که میدونسته چی میشه چی میشه و بندر. تصمیم گرفته که این کارو منم به تو اقتدا میکنم چون من واقعا آشنایی ندارم من مثلا عادل فردوسیپور حالا اونطوری هم که فوتبالی نیستم عادل فردوسیپور پور واسه هم همیشه یادم پروفشنال بود برنامه‌اشو می دیدم که هر کسی که فوتبال دوست بود خیلی خوشش می واقعا در همون حد آقا شهروز چی میگن؟ که ایشون خیلی فوتبالیه ببین خیلی فوتبالیه و همه مصاحبه ها رو مثلا مثل یک شنبه ها چرچ واقعا خب دنبال میکنه آه. اون گفتم به religiously. اون همه religiously واقعا دنبال میکنه و حالا واقعا سوال ازش نکردم که راجع به این مصاحبه به خصوص ولی بلا گرفته مثلا بهش میگم فهمیدی این اینجوری شد آره دیروز اینجوری شد میگم تو از کجا دیدن تو اینا رو کجا میبینی و اینا آره ولی نه میگم منم به تو اقتدا میکنم به نظر منم آره یه خورده اون شکر رو خودمون دیگه بعد سعی بکنیم تحت کنترل بگیریم چون در نهایت ضربش به خودمون میخوره اینکه به هر شرایطی به هر کسی به هر گروهی بخوایم شک بکنیم بکنی خورده یه زی دیگه هم حالا شما توی حتی تو اپیزود امروز زیاد در مورد این صحبت کردی که آدما ممکنه نیاز داشته باشن که بریکی بگیرن یعنی وقتی که یه سری آدم دارن یه موومنتی میبرن جلو وقتی چند تاشون میرن یه بریک بگیرن وقتی یه نفر دیگه میاد شروع میکنه و این جنبش رو زنده نگه میداره به نظر من قابل قابل تقدیره یعنی بله. اگر تمام کسایی که ما به اسم میشناختیم و موردشون صحبت کنیم ما در مورد عادل فروسی هیچی نگفته بودیم نه. Uh, توی مدت وقتی اونا ساکت میشن و یه نفر دیگه میاد پاشو پیش میذاره به نظر من قشنگه یعنی من حتی تایمینگ اینا رو هم دوست داشتم احساس میکردم که یه مدت ساکت شده بود بعدش آدل فروسیپور اومد در مورد این صحبت کرد جالبی آره نه به این فکر نکردونم ببین ولی واقعا به من فکر می کنم که آرایش جنگی واقعا بعد این باشه که گاهی اوقات سربازایی که خسته هستن برن آره دیگه واقعا یعنی اینجوری هستش که یک نفر اولا که ببین آدم ها در متن همین اتفاقات خیلی زیادی که داره میفته زندگیهایی هم دارن که شبش بعد نون سر سفره باشه خیلی اتفاقات دیگه هم توی زندگی شخصی آدما ها. آدما ها یک فرد نیستن که مثلا به عنوان یک فعال سیاسی فقط معرفی بشن شغل دارن خانواده دارن مریضی دارن خوشحالی دارن بدهی, بدهی دارن. بدهی خیلی چیزا دارن خب و واقعا این آرایشه بعد به صورتی باشه که گاهی اوقات یک نفر من مثلا نازنین بنیادی که اون بند خدا که انقدر بهش حمله شد بس رفت اکانتو ولی باز میگم از اونجایی که فعلا جنبه های مثبت رو سعی میکنم نگاه کنم تا خلافش به ام ثابت بشه در مورد اونم گفتم که دمش گرم اگه رفته استراحت بود با... امیدوارم که برگرده خب و ولی اگه رفته استراحت بکنه نه تنها حق داره بلکه واقعا نمیخواستم بره من خودم که نوبادی هستم بهش این مسیج میزدم میگفتم ببین یه بریک بگیر واقعا یو دیزرو میدونی آره خبر اصلی رو بگیم و بریم شروع کنیم باش. که آقای حامد اسماعیلیون دیروز از مشروع هم اومدن محسا هم اومدن بیرون اه... کاش که یه ذره دقیق تر میگفت مثلا این حملاتی که از بیرون انجام شد و اینا چیه ولی نکته امیدوار کنندش خب حالا همه ناراحت شدیم من به شخص ناراحت شدم به خاطر این که اه... این آدم به نظر من یه بخش خوبی رو نمایندگی می کرد از جامعه ایران که با رفتنش دیگه اون بخش نماینده ای حالا توی اون جمع هر چقدرش مونده باشه الان ندارن نماینده دیگه ندارن توی اون جمع اونم حالا کسایی بودن که به واسطه خودشون مثلا به یه جایی رسیدن و حالا ای دق داشتن که هدفش هدف مشخصی بود و براش تلاش میکردن و نتیجه عملی هم گرفته بودن این اون بخش رو فکر کنم نمایندگی میکرد ولی بخش امیدوار کنندش این بود که گفت من همچنان ادامه میدم هم. و حالا دارم با گروه های مختلف صحبت میکنم از اونجایی هم که چون حالا کار عملی انجام داده امیدواریم که خروجیش خوب بشه در نهایت حالا ممکنه ما مثلا ای و دوست نداشته باشیم بی و دوست نداشته باشیم نمیدونم با هم اختلاف نظر روی سری چیزا داشته باشیم ولی روی یک چیز ما همه اتفاق نظر داریم اونم اینه که جمهوری اسلامی باید بره و حالا همه این آدما با تمام اختلاف نظراتی که دارن روی اون یه اصل در واقع اتفاق عمیقی. نظر هست داره هر کدوم هم از هر جهتی وارد یه مو از خرسن بکنن و دیگه درست. امیدوارم که حالا اینا که جدا شدن دیگه در واقع قطع نشه تلاشاشون اسم آقای اسمایلیون رو ما دعوتشون میکنیم آره چرا که بیاره آره. واقعا خوشحال میشه یا ما میتونیم این آره. این هم هست یکی اون یکی هم حالا البته قبل از این قبل اپیزود با هم صحبت کردیم خود رضا پهلوی هم حرفی که زده بود تلویحا داشت اشاره میکرد که اونم چون یه سری آدم ها رو فکر میخواسته وارد کنه که مخالفت بوده باشون با اونم عملا داشت کار خودش رو جدا انجام میداد حالا سفرش به اسرائیل هم بالاخره بازخورده مختلفی داشت حالا چه دیدارش با سران اسرائیلی اون به کنار بعد اون مجلسی که گرفتن که نمیدونیم جوری بود و اینا آره. فیلم هایی که اومد بیرون یه ذره واکنشش شاید خیلی مثبت نبود این اینا آره خبر, خبر مهمه, خبر مهمه. من راجع به خروج حامد اسمایلون چیزی نمیگم دیروز اتفاق افتاده بیشتر دلم میخواد که بدونم به نظر منم خیلی شفاف نبود چیزی که نوشته بودن ولی خب در این حال فکر میکنم که نمیخواسته شاید دیگه برای شخص خودش خوشحالم به خاطر اینکه فکر میکنم که تا دادگاه دو ماه فقط مونده اگر آره اشتباه خیلی نکنم خیلی آره برای خودش خوش میشه خوشحالم میشه بگید که قضیه دادگاه چیه چون من دادگاه همین دادگاهی که برای جریان پرواز بالاخره رفت دیگه دادگاه بین المللی جون یا جولای جول جون جون فکر میکنم کنم آره دادگاه بین المللی هستش که دیگه جمهوری کو... ب... کی داره جمهوری اسلامی انجومنه... انجامن... رو میکنه انجمن پرواز انجمن پرواز ورسس جمهوری اسلامی خب میدونن کی جمهوری اسلامی داره رپرزنت میکنه یعنی وکیلشون که وکیل مدافعشون که نه نمیدونم <applause> به حال یه فکر نمی‌کنم یه... اونا شرکت کنن یه تیمی نه خب فکر نمی‌کنم فکر, فکر نمی‌کنم نتونن شرکت بکنن آره فکر نمی‌کنم ولی فکر کنم ببین قاعدتا یه تیمی از نماینده های بخش مختلف بین الملل و بعد میخوام ببینم کی اینقدر وقیه که میاد یعنی سوال من که اون او حرمزاده که میخواد بیاد کی آقای رئیس جمهور حقوق خوندن میتونن که اونجا پرکتیس هم یه چیزم یه دونه مگسم میگه اونجا <applause> ببین در مورد وقاحت دو زبونه خداشون خدا همشون بابا خونشورن آره بابا خونشورن میگم من برای خودش خوشحالم به خاطر اینکه من حالا حرفی که در مورد که... نازنین بنیادی هم زدم موقعی که اکانتشو رو سیاست دنیای سیاست بسیار دنیای خطرناک کثیف و دلهوراوریه و حامد اسماعیلیون اگر که میخواست یه پرونده برای خودش به خاطر اتفاقی که واسه خانوادش افتاده بسته بشه این مسیر شاید اون مسیرش نمیشه نمیدونم من آدم نه نگاه بکنه ام، امیدوارم که خودش الان خود در آرامش بیشتری باشه چون احساس میکنم مطمئنا این ماها در آرامش نبوده ولی و میگم چیزی بیشتر از این نمیگم راجب سفر رضا پهلوی هم ببین واکنش ها به قول تو خیلی متفاوت بود من چون خیلی گروه های مختلف فالو میکنم و فالو میکنن خیلی در معرض واکنش های زیاد هستم واکنش های مثلا بچه های چپ رو میبینم واکنش خود کسانی که مثلا سلطنت دوست هستن رو میبینم ولی چیزی که برای من مشهود هستش این هستش که اتفاق کوچیکی نبود اصلا خب و پیامدهاش ولی اینجوری نیستش که فردا پس فردا واسمون رو بشه این پیامدش که حالا چه میتونه مثبت باشه چه منفی در ماهای آینده مشخص میشه من برای همینه ببین خیلی سری نمیخوام در مورد اتفاقات صحبت بکنم چون آره. نتیجه اتفاقات سیاسی همون شب و روزش مشخص نمیشه آره حالا میگم اینا اگه همشون هم زیر پرچم اون منشور نخوان حرکت کنن حتی اگر جهات مختلف هم حرکت کنن امیدوارم دمشون بتونن. آره. آره بتونن. بتونن ضربه بزنن حالا هر کی به هر نحوی که میتونه چون میگم رو هر چیزی که اختلاف نظر باشه روی اون یه مورد همه توافق دارن همه توافق دارن آره. حالا برداشت من از اون متن حامد اسماعیل این بود که داره یه کارایی رو اه، اه، میخواد که جلو ببره دمشقا. با آره. گروه, های گروه های مختلف, مختلف. خیلی روی آره. تکثرگرایی آره. تاکید داشت امیدوارم که بکنن حالا از میگم از جواد مختلف حزب حزب تشکیل بدن چه زمانی متاسفانه ببین من چیزی که اینو میگم بعد دانیم. میریم سر چیز نه نه ساعت این اشتباس من فکرم ده و هفته قصد گفتم ما امکان نداره ده و هفته تازه شروع کردیم ببین متاسفانه من چیزی که از گروه ها دارم میبین چون گروه های زیادی درست شد این مدت این مدت, مدت هفت ماه خوب عکس و نقاط جهان واقعا نمیدونیم حزب جوری درست بکنیم خب به خاطر اینکه واقعا توی کارگروهی یه جایی به یه بنبستی میرسیم خودمونم نمی‌دونیم نمیدونیم دلیلش چیه چون ببینید الان مثلا یه سری احزاب اسمشون میاد کسایی که منشور دادن و اینا من نشینده بودم تا حالا اسمشون رو واقعا با هر کم که صحبت میکنم اونام نشیده بودن. بودن نمیدونستن یه همچین احزابی چه داخل ایران چه خارج از ایران وجود داشته این مدت هم من باز خودم ندیدم که مثلا گروهی بیاد اعلام موجودیت بکنه به عنوان حس مثلا گفتن ما فلان گروه هستیم رو این داریم هم. فوکس میکنیم و واقعا امیدوارم که این اتفاق بیفته چون خیلی بهش نیاز داریم آره این حالا این داستان ها که مطرح شد من یه ایده ای به ذهن هم رسید برای اپیزود هفته بعد که چی میشه که ما آدما کلا رابطه هم به ایرانیا نداره ما آدما کار گروهی نمیتونیم بکنیم یه سری مقاله روانشناسی و اینا هست به صورت ذاتی انسان نیاز داره عضوی از گروه باشه ولی یه سری حالا انبیشه و ا... آره فردگارهی. آره، یه سری چیزا با مانع این قضیه همیشه که تو در واقع سلایق شخصی تو ترجیح میدی به حالا منفعت گروه این ام. هفته بعد شاید صحبت کنیم اگرم شما افتخار بدید برم بعد برم اطلاعات خودم ببرم بالا مقاله ها رو بفرستم نه ولی در مورد حالا ژاپن اتفاقا یه سری چیزای خیلی خوبی من دستگیرم شده چون اونا خودشون میگن ما 98 درصد فالو میکنیم دو درصد الیتی رو که بهشون اطمینان داریم و میدونیم که خیر و صلاحمون رو میخوان حالا اینکه چه این که چجوری این کار رو انجام میدن خیلی جالبه راج اونم میتونیم چون به نظر من اونا موفق بودن به هر حال توی این مسئله کار گروهی منظورم با خاک یکسان شد دهه 90 اقتصاد یک دنیا بودن آره آره یعنی اون, اون کار گروهی اونا موفق بودن حالا میتونیم که اونا مخالف دارن و همطوری چم کیو ترور کردن سه چهار ماه پیش توی ژاپن نخواست وزیرشون نه نه رو بله یکی دوباره مثل که اتک کردن دیروز پیروز آره. یکی دیگر رو ولی برای مشکل هست کلا شرایطشون یک کوچولو چیز شده یعنی از نظر سیاسی من فکر کنم خود متزلزل شده ولی ببین واقعا توی کارگروهی عالی هست راهی رو که رفتن درست بوده دیگه حالا ایشالا ما هم بتونیم ازشون یاد بگیریم خب بریم در یک جمله میتونم خلاصه بکنم که خیلی از زمان احمدی نژاد بدبخ شدین 98 تموم شد این جنبشی که آه واقعا آه از سال 76 تا سال 88 میشه چقدر 12 سال آه 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 12 اساس 13 سال تو بگیر حالا از اوایل اصلاحات که شروع شده چون مثلا میگم توی این کارهای مدنی اجتماعی سیاسی اینجوری نیستش که کاری که شروع شد نتیجهش رو همون موقع ببینی از خیلی قبلش شروع شده و مثلا تو نتیجهش رو چند سال بعد میبینی بگیم از زمان دوران سازندگی که اون هفته صحبت کردیم و بعد اصلاحات ولی واقعا 88, خیلی چیزا رو به بومبست رسوند به نظر من جنبش زنان یکی از اونا بود تو واقعا چند جمله اگه بخوام کلیتش رو خلاصه بکنم اتفاقی که دوران اصلاحات افتاد حالا به خاطر اینکه زنان از دوران سازندگی وارد جامعه شدن به خاطر اینکه بهشون نیاز بود مردا کشته شده بودن توی جنگ به زنها نیاز بود که برگردن تو دل جامعه به اقتصاد کمک کنن خب ولی خب دوران اصلاحات بعد یه خورده بازگشایی شد رسانه ها روزنامه بعد زنها تونستن که ارتقا پیدا بکنن توی اون جایگاهی که مثلا بودن خیلی یه اتفاق خیلی مهمی که افتاد اصلا مثل اینکه شروعش بوده یه گروه ناشرین زن شروع کردن به فعالیت یعنی در قالب یک گروه منظورم هستش که خیلی کار بزرگی انجام دادن چه از نظر انتشار کتابایی که تا قبل از اون نمی شده یا در مورد اینکه مثلا سعی کردن که زنای جوانتر رو زیر بال پرشون رو بگیرن uh, ترغیبشون کنن که بیاین فعالیت های مدنی کنین فعالیت اجتماعی بکنین و این حرفا بچه من بعد اینو اینجوری بگیرم ببخشید خواهش ایمان جون کمک کن نه نه نه, نه. این اوکیه <applause> نه دمت گرم مرسی uh, ولی uh, اتفاقی که مهمتر از همه زمان اصلاحات افتاده اینه که uh, مطالبه گری جنبش زنان خورنگ شده یعنی زنها شروع کردن به حقی که ازشون تا اون سال تقریبا یه دهانی از زمان انقلاب ازشون گرفته شده این حقوق رو شروع کردن مطالبه بکنن مثلا چرا مثلا ما حق کاندید شدن در مبارزات ان، مثلا انتخابات ریاست جمهوری رو نداریم م. میگم یکی از پایانیراش هم اعظم طالقانی بود م. که روی اون کلمه رجل سیاسی خیلی همیشه تاکید میکرده یا این لایحه البته خانواده دوران احمدی نژاد دیگه رفت توی مجلس و شبونه خیلی سوسکی پسش کردن این حرفا ولی به هر حال این حقوقی که از زنها خورد خورد گرفته شده بود همه اون سالها بود به خصوص با تغییراتی که توی قانون اساسی داده شد از دوران اصلاحات زنها شروع کردن در قالب گروه در قالب اعتلاف که زنان اصلاح طلب و اصولگرا هم یه جاهایی با هم اجماع میکنن و میگن که ما اگر بخوایم مطالبه بکنیم در کنار هم فقط میتونیم مطالبه بکنیم جدا جدا دیگه نمیتونیم کاری بکنیم چون اگه تونسته بودیم تا الان نتیجه داده بود این یه اتفاق خیلی مهمی بود که دوران اصلاحات افتاد سوالی نداری؟ نه دارم فکر میکنم که چی شد که به اینجا رسیدیم جمهوری اسلامی بعدش فکر میکنم زنان میان واقعاً مطالبه میکنن چیزی رو ببین مثلا میگه زنان, زنان اصولگرا چرا زهران... تالغان... نه اعظم طالقانی نه مثلا اگر زن, زن که بخوای... ببی... حساب ببین اگر که بخوای با در واقع سی... سی... سیاست کلاسیک بخوای بگنجونیش زن اصولگرا اصول آره آخه نسبیه دیگه مثلا تو جمهوری اسلامی چه میدونم باریکلا آره. آره چپ توی جمهوری اسلامی شاید توی اروپا راست حساب بشه یا ببین هم نسبیه هم به زمانه خودش هم فعالیت هایی که میکنن خیلی دیگه نسبی تو خیلی نه این مثال جو آمریکا معمولا میذارن میگن مثلا چپ آمریکا توی اروپا میانه 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 حساب میشه نه ولی ببین من منظورم این هستش که زمانه من منظورم از زمانه فقط جامعه خودشون نیست اتفاقاتی که توی دنیا مثلا داره میفته در مورد حالا زهرا رهنورد و اعظم طالقانی که اول پرسیدی که زنهای نزدیک به رژیم سعی کردن که یک وجهه جدیدی از زن مسلمان نشون بدن چرا؟ به خاطر اینکه اینا همون بعد دوران جنگ موقعی که شروع کردن رفتن به مثلا کنفرانس های مختلف کنفرانس ها به عنوان نمایندگان زن از طرف جمهوری اسلامی انقدر بمبارون شدن با سوال هایی در مورد اینکه اسلام مثلا نظرش در مورد زن جایگاه زن در اسلام چیه و اینا اینا برکه میگشتن با خودشون میگفتن خب خو ما اصلا چه هویتی میخوایم نشون بدیم آره. شروع کردن خب ببین مثلا زهرا رهنورد اصلاح طلب بوده اعظم طالقانی میگم به صورت کلاسیک شاید اصولگرا حساب میشده ولی تو اون دوران تو اون شرایط با همدیگه منطبق شده خواسته هاشون و نتیجه که میخواستن بگیرن این اتفاق البته خب همین الان ما داریم میبینیم گروه های مختلف اگر که منطبق بشه با هم دیگه خواسته هاشون که سقوط جمهوری اسلامی هست خیلی اتفاقات خوبی میفته یعنی چیز عجیبی خیلی نیستش اه... یه اتفاقی که افتاد که نقد به دوران اصلاحات همیشه در وارده من خودم یکیشون این هستش که دوران اصلاحات به مردم این باور رو داد که از مجاری قانونی و از قانون میشه استفاده کرد واسه تغییر خب اینو که خب مثلا من جنبش زنانه که مطالعه میکنم واقعا نه اینکه مثلا نمیدونستن هم واقعا فکر میکردن شدنیه من خودم نه خیلی زیاد دارم و توی دنیای مجازی هم اصلاح طلب واسه من همون جمهوری اسلامیه خب ولی وقتی که مطالعه میکنی با فکر اون زمان اگر که بخونیش میبینی که واقعا اعتقاد داشتن که ما انقدر تلاش میکنیم تا بشه کما اینکه که خرداد این 22 خورداد 84 که تظاهرات خیلی زیادی در مورد لایه خانواده شد خب یکی از حرفایی که میزدن زنها شعار میدادن میگفتن اگر دولت مردان پس از 26 سال بازم به خواسته ها و حق ما هیچ وقت نگذارن ما این اعتراض مدنی خودمون رو ادامه میدیم باز تاکیدشون روی اعتراض مدنی بوده میدونی و واقعا اون تجمعات مسالمت آمیز بود تو ویدیوهاش رو الان نگاه بکنی آره که اون وقت چجوری اومدن سرکوب کردن هشت و چهارم دوره اول همینشون بله دقیقا خورداد هشت 84 چهار دیگه همون موقع است که انتخابات, انتخابات. بله. هشت و دوستانی بود ادامه بدن بله آه این حرفم که در مورد از قول مهدی نوربخش زدم براتون خب بعد 84 آها خب دوران اصلاحات من میتونم اینجوری ببندمش که جنبش زنها بر این باور بود که ما از طریق فعالیت های مدنی و از طریق قانونی که وجود داره سعی میکنیم بریم مطالبه گری کنیم اساسشون رو بر این گذاشتن که ما هممون هم باید با هم اعتلاف بکنیم گروه های مختلف و مطالبه گری بکنیم در حد اینکه نامه می نوشتن به نمایندگان مجلس میرفتن مجلس بس می شستن بتونن با نماینده ها رو در رو صحبت بکنن میرفتن تو کوچه خیابون سعی می کردن که مثلا با پنفلت و این حرفا مرد روشنگری کنن به زنها و مردها در مورد حقوقی که از زنان مثلا سلب شده و این حرفا ارتقا بدن سطح اطلاعات مردم و در مورد کمپین یک میلیون امضا اتفاق خیلی افتاد بعد از مردم هم بخوان که نامه بنویسن به نماینده مجلسشون خیلی منو یاد همین اتفاقاتی که در مورد محسا اکت الان داره آه میفته آه ایرانیان آمریکا آه دارن آه سعی میکنن واقعا فکر میکردن اوایل دهه 80 شمسی که این کار نتیجه خواهد داد خب و این به این کار دنبال اون کمپین یک میلیون امضا رو میخواید توضیح بدید حتما توضیح میدم این تیکر رو بگم 22 <تصفح> خرداد 1385 میتونم بگم که اتفاقاتی <تصفح> که 1385 سال اولی که احمدی <تصفح> نژاد 22 خرداد 84 تجمع شد <تصفح> سرکوب شد ولی شدتی که 22 خرداد 85 سرکوب شد اصلا نبود 85 جنبش دیگه فهمید که این توبه میری از اون توبه میری ها نیست و این دولت هیچ جوره نمیخواد کنار بیاد با مطالبه گری جنبش ولی 85 متوجه شدن چون اتفاقاتی که سر تجمعات 85 افتاد دیگه اصلا به خاک و خون گشیده شد از قبلش هم هجوم بردن خیلی از فعالینی که سرشناس تر بودن و این حرفا رو مثلا از یه هفته قبل 22 خورداد دستگیر کردن از این کار اون روز 22 دو چرا 84 جمع شدن چیز تاریخیش خورداد، یعنی. چیز رای که رای, رای 84 که... چه روزی بود الان بهت میگم رایگیری 84 نمیدونم چه روزی بود خودت میتونی نگاه کنی دقیقه بیستو خورداد ولی یه چیز تاریخی واسه اصلاح در اگه نداره دوم خورداد داره دا، نه دوم خورداد که داره ولی 22 خورداد چه کن لطفا بله از این اطلاعاتی که کیهان لندن 1315 چاپ شده نده نه ویکیپیدیا حالا پیدا میکنم شما بفرمایید بله بله, بله من ادامه میدم تا کارم پیدا بکنم ام... خب بگم بفرمایید آره ببین 85 اتفاق دیگه ای هم که افتاد این بودش که تا اون زمان حالا بخصوص دوران اصلاحات ام جنبش زنان خیلی دسترسی داشت به مکانهای عمومی واسه اینکه مثلا بتونه همون با مردم صحبت بکنه حالا تو کوچه خیابون میرفتن ولی خیلی مثلا کنفرانس میذاشتن تو فرهنگ سراها. خیلی مثلا جلسات تبادل طب... نظر میذاشتن و اینا 22 خرداد 85 که اتفاق افتاد بعدش دیگه دولت دسترسی هم به همه مکانهای عمومی تموم کرد یعنی اصلا دیگه اجازه نمیدادن که مثلا اینا برن اجاره کنن جا برن مثلا بتونن صحبت بکنن تو کوچه خیابون هم با مردم میخواستن صحبت بکنن کسی میدید میومد دستگیرشون میکرد یعنی که از 85 اون اتفاقی که 88 رقم خورد میتونم بگم که می دو پنج آره داشت دیگه شروع میشد کم کم فقط خب آدما فکر میکردن که 88 دو میتونن دوباره دولت رو تغییر بدن و باورشون نمیشد که دیگه 88 رقم بخوره به نظر من در مورد کمپین اون هفتم گفتم کمپین کردن این که سعی بکنم به کنوانسیان های مختلف بین بپیوندن، به پیوندن به خصوص در, در مورد مثلا امور زنان از زمان اصلاحات خیلی بولد شد یعنی بیشتر فعالین حقوق زن هم رو گذاشتن رو این مسئله که ما سعی بکنیم مثلا به کنوانسیون های مختلف بپیوندیم اینجوری حکومت هم باعث میشه مثلا باعث میشه که حکومت هم پایبند یه سری حقوق و اینا باشه چرا چه خیالاتی میکردن در اسلامی بر همین کمپین کردن خیلی درست بوده یعنی اون موقع آلیدیم. یعنی اولین راه منطقی که به فکرت میرسه اینه که از زاوصه قانونی از, از با روش قانونی بخوای یه کاری ها انجام بدی یعنی به نظر من اونا بعد اون راه رو میرفتن تا برسه به 1401 که دیگه نشه اون راه رو. من اون هفته من این اپیزود قبلی که اومد یکی از من که خیلی خیلی هم قبولش هم به نظرم خیلی آدم با سوادی به گفت انقدر برای اصلاح طلبا ماله نکش و من خودم خیلی زده آره من خودم واقعا زده اصلاح طلبی هستم ولی از همون جوری که از اپیزود اول گفتم با شروع مشروطه دوران رزاشا دوران محمد رزاشا تاریخ و اون چیزی که واقعا هست بدخوند به زمانه خودش من همون نقدی که در مورد دوران محمد رضا پهلوی هم دارم به دوستانی که امروز در موردش میگن این نبود اون نبود یک کوچولو بعد اطلاعاتمون در مورد اتفاقاتی که در دنیا هم اون زمان میافتاد بخونیم بله. ببینیم که اون وقت جایگاه ایران مثلا اون زمان چی بوده خب نمیشه که آدم بله خیلی به نظر من یه دنیای ایدئالی برامون درست میشد که با عقل آیندهمون میتونستیم گذشته رو تغییر بدیم دقیقا دقیقاً همین که گفتی باید تاریخ رو به زمانه خودش خوند یعنی اینکه مثلا ما الان بشینیم با اطلاعاتی که الان داریم گذشته رو قضاوت کنیم و بگیم اصلا معلوم بود دیگه شما چه جوری نفهمیده بودید الان مثلا سر همین جدا شدن حالا رضا پهلوی و حامد اسماعیلی و اینا اتفاق میفته یه سری میگه آره از اولش معلوم بود نه آقا از اول معلوم نبود معلوم بود با من خودم سر جورج شیرینی پختم بابا یادت خوشحال بودی. اشک هیش... شادی باز هیچ ایرادی ده. هم نداره آره واقعا اون موقع اون موقع پیروزی حساب شد بله. من من به چشم پیروزی نگاه کردم من از کارم مرخصی گرفتم اون روز م... م... جورجتاون به. به خاطر اینکه دوستان دیگه هم که حالا با هم دیگه تبادل نظر همش میکنیم و این حرفا نمیتونستن مستقیم ببینن و من دلم میخواستش که تو اون شادی حرفایی که اونا میزنن اونام باشد شروع کردم واسه شون گزارش لایف روی تلگرام به خاطر اینقدر به خاطر این که من خودم مثلا خوشحال بودم بچه های دیگه هم خوشحال بودن همه فکر نکنم کسی نبوده همه چی رو بخوایم من... مثلا انکار کنیم نبود کلا یه مشکلی که با تحلیل های سیاسی که راجع به گذشته انجام میشه دارم اینی که خروجی وقتی معلومه آوتکام وقتی معلومه هنر نیستش تو بیای گذشتگان رو سرزنش کنی خب تو خروجی رو دیدی میتونی قضاوت کنی دیگه چه میدونم مثلا بازی فوتبال انجام شده نتیجه رو تو بدونی دیگه خب کاری نداری بری راجع به اشتباهات قضاوت کنی ولی توی اون لحظه چون اصلا اطلاعات کافی نداریم هنوز خروجی مشخص نشده تمام این مسائل باعث میشه که خب آدم اطلاع کافی نداره چه میدونم اصلا این تو تمام جوانه به اتفاق میفته آره؟ تو, تو رابطه هم باشید چه میدونم توی اون لحظه مثلا فکر کنید همه چیز خوبه درست کار میکنه زمان میگذره میبینی اینجوری نبود حالا در رابطه با اصلاحات و اون کسی که بهش خیلی باور دارید بهتون گفتم مال نکشید مال کشی نیست واقعیت اینه که اون موقع آره؟ یه امیدی بود به خاطر اینکه حالا جنگ و با باور همونش... داشتن که آره واقعا سریق قانونی ما کار با ما دیگه نمیتونیم انقلاب دیگه داشته باشیم چون... با مملکت داغون بود آره میگن انقلاب بچه هاشو میخوره همیشه نمیدونم کلی ما که جنگ جنگم یه اه... کارم بچه همونو خور جنگم که تازه تمام شده بود واقعا این امیده بود و غلط هم نیستش ما قبلا هم راجعه صحبت کردیم بالاخره این امیده بود و در اون لحظه با اطلاعاتی که تا اون لحظه داشتیم اون موقع هنوز مثلا 88 اتفاق نیفتاده نم 96 نبوده 98 نبوده هواپیما نبوده 1401 هم نبوده. نبوده بدون داشتن این اطلاعات بالاخره یه امیدی بود و این اصلا اشکالی نداره انسانیم دیگه ببین من خودم همیشه میگم از 88 به بعد اگر کسی هنوز دنبال اصلاحات بود دیگه قافیه رو باخت آره قبل از اون به خصوص الان که خودم همش دارم میخونم بعد میرم مصاحبه ها رو میخونم دیگه میدونی واقعا یه جای آدم باید اون سیاسفی دیگر رو همون جور که اولش در مورد عادل فردوسیپور پور ایمان گفت سیاسفی در رو بعد بذاریم کنار واقعا اون چیزی که اتفاق افتاده اولا که گذشته رو ما نمیتونیم دیگه الان تغییر بدیم خب الان در مورد حالا رابطه که مثال خوبی زدی ببین مثلا من همیشه راجع به ها میگم که هیچ کس با این فکری که یه روز میخوام طلاق بگیرم ازدواج نمیکنه بله. ولی به نظر من کسی عاقله که همون موقع کارهایی رو که لازمه واسه اینکه خودش رو بتونه پروتکت بکنه انجام بده ولی هیچ وقت به این فکر نکنه که یه روزی طلاق قرار بگیره حالا راجب, راجب سیاست راجع به جامعه این که خیلی هم مهمتره قدم هایی برمیداریم ولی با توجه به این که حواسمون باشه که از چاله تو چاه نیفتیم هیچ ایرادی هم نداره ولی گذشته رو دیگه نمیتونیم تغییر بدیم این اتفاقات افتاده که تو گفتی لازم بودش که شاید این مسیرها رو بریم آره. که به این نقطه برسیم و واقعا رسیدیم دیگه همون 96 هم هنوز خیلی نرسیده بودن 98 هم نرسیدن سر هواپیما هنوز خیلی ها نرسیده بودن ولی واقعا 1401 و محض امینی رسیدن دیگه یه همه ف... یه اونایی که با میرسیدن رسیدن اونایی هم که نرسیدن خودشونن دیگه دیگه, آره خ... دیگه. یه سری خودی آره. دارن دیگه ندارن آره. دارن دارن. آره. دارن, زیاد هم دارن متاسفانه فکر نکنین خیلی عقلی تو روز اول نمیتونی بری جلیقه انتحاری بپوشی که سعی میکنی که از لحاظ منطقی چیزی ببری جلو از قانونی ببری جلو راهکارهای مختلف امتحان بکنی که اگر اون موقع مثلا یه همچین ریاکشنی به وجود می اون موقع خیلی راحت تر بود به نظر من سرکوبش بله یعنی اون موقع می گفتن آقا هیچ راه قانونی و هیچی پیش نورده حالا شما دست به خشونت زدین بله. یه yeah. همچین یا انترک بگیریم یا زمانش نیست بفرم آه بگو اون چیز توییته که گفتن آها آره تولد آره بگو من مشتاقم بشنوم یا اگه خیلی کمونده می‌خواید تموم کنیم بعد بریم اونور بر؟ این خیلی زیاد نمونده واقعا در مورد کمپین یک میلیون امضا میخوام بگم برو برو آخه در مورد سنگسار گفتم ولی آخه دو تا از مهمترین اتفاقاتی که از زمان اصلاح طلب یعنی از زمان اصلاح شروع شد این کمپین یک میلیون امضا و بعد سنگسار بود که خب تو سنگسار اتفاق نیفتاد متاسفانه با اینکه با اینکه وکلایی که گروه تشکیل دادن خیلی ها رو تونستن نجات بدن دمتون گرم واقعا دستتون درد نکنه ولی در نهایت توی قانون اتفاق نهارد. تو ایران وکیل درست حسابی بودنم هم واقعا همشون زندان بیچاره یا رفتن زندان یا الان زندانن یا خواهند رفت اصلا مثلا اونایی که بعد از انقلاب حالا حقوق خوندن حالا حقوقی که تو ایران ارائه میشه که خب همش عربی و نمیدونم احکام اسلام و... آره دیگه شرع دیگه آره یعنی از با اون حقوقی که اینجا ارائه میشه و اتفاقا مثلا تو خارج از کشور اون بچه در درست... متفاوت کامه آره؟ اون کاره نه میخوام بگم تو ایران تو اینجا مثلا با, با میرن حقوق تو ایران این رو نمیکردن مثلا میرفتن دنبال رشته دیگه به خاطر اینکه انقدر دست برده بودن توی رشته حقوق از اون اصل خودش فاصله گرفته بود شده بود یه چیزی که اینا مثلا ملعبه باشه واقعا ملعبه دیگه ولی واقعا دیگه. کسایی که کار حقوقی درست حسابی تو ایران میکنن دست واقعا دست مریضات ام... بود آره کردم کمپین یک میلیون امضا اولا که برگرفته از کمپین زنان مراکشی بود که اونا هم به یه سری قوانین ضد زن توی مراکش اعتراض کردن منظورم از برگرفته این که اون مدلی که ما بریم یک میلیون امضا جمع بکنیم اطلاع رسانی کنیم راجع به اینکه این چیه و بعد خود جامعه رو ببریم سمت اینکه بیاد مطالبه گر بشه خب برای چه کاری هم بود تغییر قانون خانواده هزانت فرزند تعدد زوجات اینی که مرد صبح میرفت میتونه سلاخ بده زن میخواست سلاخ بگیره نه سال طول میکشید همه اون حقوقی که سن ایران هیچ وقت نداشته <تصفح> خنده ای که واسه چی؟ آره آخه دیگه واقعا اتفاقی که واسه کمپین افتاد که من حالا من فکر میکنم نه من خیلی ها بهش نقد دارن مثل همین شفافیتی که ما از منشور همبستگی میخوایم اینه که تا سال 96 هم چون خیلی ها مجبور شدن که دستگیر میشدن خیلی هاشون برند کسانی که شروع کردن خیلی هم که خب توی ایران چه سال شروع کرد؟ بیچار... کمپین سال ببخشید الان بهت میگم 1382 دو یا سه قبل از دوران خود 84 فکر میکنم خود 825 85 خب پس همون بعد اصلا همون 22 خورداد 85 بوده خب آه، آه. ولی خب به خاطر اینکه سانسور هم میشدن بهشون هم دیگه راه نمیدادن و این حرفا چون خیلی هاشون حالا ولی اتفاق خیلی جالبی که افتاده اینه که وقتی دستگیر میشدن بلا گرفته ها میرفتن تو زندان زندانی ها رو هم چیز میکردن اطلاع رسانی میکردن یکی از برداشون سر کمپین یک میلیون امضا بوده که کسانی که فعال بودن تو این کمپین این کارو میکردن ولی خب اتفاقی که افتاده اینه که بعد از 88 دیگه میگم خیلی تار مار شدن خیلی ها از ایران رفتن خیلی ها دیگه اینقدر شرایط رو بهشون تنگ کردن که دست از فعالیت کشیدن ولی به تا 96 هر از چنگ یه سری اطلاعاتی از اینکه این اتفاق افتاد اون اتفاق افتاد در مورد این کمپین میومد بیرون ولی هیچ وقت نگفتن خب چند تا امضا جمع شد واقعا که این ببین من حالا واسه خودم یه نوت نوشتم نظریه این احساس شکسته که انگار جلوی ما ایرانی ها رو میگیره چرا؟ چون من فکر میکنم که ام اصلا امضا کم جمع شده بوده دیگه روی فعالیتی که این آدما کردن سالهای سال اون فعالیت اونا انجام داده بودن اینی که نتیجهشی این میشه که چقدر امضا جمع بشه واقعا روی تلاش اونا سایه ای نمیندازه دوست. و ما متاسفانه همیشه یعنی حداقل تو تاریخ معاصرمون اینی که شفاف نبودیم با جامعه که ازش میخواستیم مطالبه گر باشه باعث شده که خب کم کم هم آدم ها اعتماده دست بدن دیگه تو اگر ندونی که اوکی من مثلا رفتم فعالیت کردم رفتم امضا ک... چی شد؟ چند تا دیگه هم سر یه سری پتیشن ها و اینا این دوران این اتفاق افتاد با. این باعث میشه که مردم کم کم میدونی اعتمادشون رو به فعالیت مدنی از دست بدن و منفعل بشن دیگه یعنی اه... 88 هشت که دیگه همه میدونیم چه بلای سر مملکت اومد سر جوانامون کهریزک خاص و خاشاک شدیم خاص و خاشاک شدیم مثل امروز که دیگه عقل و شور رفراندوم هم نداریم نمیفهم سختی آدم های تو حوزه فقط میتونن دقیقا کشورداری کنن که از دانشگاه رفتن ام حالا یه نکته جالبی که بهتون بگم در مورد هجاب که همه این مسائل برمیگرده به حجاب اینه که سال 96 چارشنبه های سفید شروع شد دیگه فهمت. به م... یعنی بالی در شیپ مسیح علی نشاد. آره. ام... قبلش خب خیلی اعتراض میشد به حجاب اجباری بله. ولی مثلا عکسایی که وجود داره من اون دوره خودم مثلا اوائل دهه 96 به من من نوشتم سال 90 آره آره, آره. ام... قبلشه. ام... عکسایی که هستش از اینی که مثلا خیلی از زنها مثلا پلاکاردای دارن که نوشته نوشته روش مثلا نه به حجاب اجباری و این حرفها رو سریا سرشونه. هم. جالبه من برام خودم این نکته جالبی بود چون با ویدام وحد واقعا شروع شد دختر خیابون انقلاب این شروع شد حالا قبلش هم های سفید شروع شده بود ولی این شروع شد که اگر به چیزی اعتراض دارین باید بذارینش هم کنار انگار آره یه نه اینکه مثلا من باز رو سریم سرم بکنم بعد مثلا برم بگم که خب ولی اعتراض دارم به این لچکی که روی سرم هستش این, این به نظرم چیز جالبی بود در مورد حال هجاب بعد 88 جنبش زنان دیگه نان شد کم 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 رنگ شد تا اینکه از بین رفت مثل خیلی چیزای دیگه توی فعالیت های مدنی و اجتماعی توی ایران که بعدش هم دیگه میرسیم به اتفاقات 96 که خب یه مقداری اقتصاد محور بود 98 به همین صورت آبان 98 رقم خورد متاسفانه و بعد هم که فاجه هوا. هواپیما کیهان لندن همین چند ماه پیش یه دونه مقاله نوشته بود در مورد اینکه چرا هجاب انقدر مهمه و مردم انگوش روی مسئله مهمی گذاشتن به خاطر اینکه اون حالا مقاله چیزی که نوشته بود نوشته بود که اتفاقاتی که 78 افتاد 88 افتاد حتی 96 98 افتاد یک جمعیت بزرگ نتونست آه. به دنبال خودش بکشه آره. 78 دانشجو بودن تارمار شدن 88 کسانی بودن که مثلا میگفتن رأی ما دزدیده شده با سرکوب شدن 96 و 98 هم باز آدمایی رو که اون مسائل اقتصادی بهشون فشار نمی آورد کلا خب در بر نمی گرفت اونام هم همراه نشدن مسئله حجاب یه جوری شدش که چون تحت یه در واقع یک جنسیت رو تحت ظلم قرار داده همه رو همراه کرد جالب بود این, آره آره آره. این, قصه ای ما حالا 1401 که با زن زندگی آزادی دیگه یه اتفاق جدیدی رقم خورده توی جنبش زنان زن به نظر من برگردیم به اون سال که تلاشی که اعظم طالقانی و زهر میکرد تصویر زن مستن این تصویر چی اصلا تلاشی که یعنی میخواستن چی کار بکنن؟ آره تلاشی که جمهوری اسلامی میکنه به تصویر بکشه مثلا جایگاه زن تو جامعه چیه اولا حالا میدونیم که این تلاشی که اینا میکنن لزوما حالا اصلا با اصل اسلام هر چیزی که باشه هم. ممکنه یکسان نباشه ولی حالا تلاشی که این آدمای در واقع خانم های نزدیک به حکومت میکردن دوست داشتن چه تصویری ارائه بدن از جایگاه زن مسلمان توی کشوری که جمهوریش مثلا یه مثال خیلی خوبش اومد دیگه که میگفت من شغل مادریم را دوست دارم آره. این جدیده که آره. اومد خیلی دقیق او بود به نظر آره. من دوست دارم یا چه کردن که مثلا چرا به تصویر بکشم ب... آره مثلا حالا همین موضوع شغل مادری و فلان و اینا بالاخره یه سری آدما ممکنه به این چیزا علاقه داشته آره باشن همه دو... جای, هم جای دنیا حداره. هم هستن من خودم انقدر دوست داشتم شغلم کتبان و گری بود آره همه جای دنیا هم هستن و مگه شغلم الان هر سال واقعا خیلی دوست داشتم نه ولی میگه که <تصفح> احساس میکنم همینه یعنی در پی تمام اون صحبتی که گفت دقیقاً همونو میخواست بنمایشه حالا بازم نظره همین میخوام بگم حالا این یه سری اینو دوست دارن همه جای دنیا هم هستن هیچ اشکالی نداره <applause> ولی این آدمایی که مثلا تحصیل کرده شون بودن <applause> متفکرشون بودن چه تلاشی داشتن میکردن که در واقع آدم های، یعنی خانوم های تحصیل کرده ای رو که رفته بودن دانشگاه و دیده بودن هیچ تفاوتی بین قابلیت هاشون در مقایسه با یه مرد وجود نداره <applause> اون آدم دیگه راضی نمیشه که تو خونه بمونه مثلا قضا بپزه اون میخواد یه جایگاه اجتماعی کم این کم نموندن حالا مثلا کسایی که داریم مثال هم اینا چه تلاشی داشتن میکردن که مثلا این قالب اسلامی رو بچپونن روی قالبه مثلا زن تحصیل کرده که قابل هم نفهمم چی میگه آره ببین خب اول حالا از تلاشاشون خیلی جالب بود که اومدن بعد از اولین کنفرانس هایی که رفتن که میگم آماج حمله شدن که خب یعنی چی مگه اسلام حق خاصی قائل واسه زنان این اتفاق این بلاهایی که دارین سر مثلا زن ها تو ایران میارین مثلا اینا کجای اسلام هستش و این حرفا اینا اومدن قرآن رو بازخوانی کردن روایت نه چی میگن به احادیث مرسی به احادیث خب من فکر میکنم حالا خیلی سوال خوبی میکنی چون من واقعا جواب کلی رو که میخواستن چه نتیجه ازش بگیرن نمیدونم ولی حالا اتفاقی که افتاده حالا با این کاری که کردن این هستش که قانون شرک مشخص بوده تلاشی که میکردن این بوده که توی متن همون قانون اساسی بگن زن اصلا هم اینجوری نیستش که نسبت بهش تبعیض بشه و در نهایت اسلام هرچی میگه دوز داره حکم همان است هیچ کدوم از این کسایی که حالا چون آخه مثالی هم که زدی زهرا رهنورد اعظم طالقان اینا اینا فعال بودن اینا از اول انقلاب فعال آه. بودن خب هیچ وقت هیچ کدومشون ببین خود جمهوری اسلامی هم الان هیچ وقت یعنی به صورت خیلی واضح نیومده بگه زن بعد تو خونه بشینه تا این سالهای اخیر به زن میگفتن که بیا کارم بکن ما ازت استفاده بردگی هم میکنیم ولی اونجور که ما میگیم بعد کار بکنیم هجاب بعد داشته باشی حقوقت کمتر هستش هر موقع هم که بخوایم تصویت میکنیم میدونی چی دارم بهت میگم تلاشی که گروه های یعنی حالا زنانی که نزدیک به رژیم بودن داشتن انجام میدادن این بودش که اگر که مثلا ما میگیم که زن نقش مادریش خیلی مهمتره به خاطر اینکه حتما باید سربازان خیلی صالح برای مثلا حکومت اسلامی به وجود بیاره چون ما همش تئوری توتعه داریم یه سری کسانی میخوام به همون حمله بکنن خب حالا ببین این بلافاصله بعد جنگم هست اون ادبیات قالب واسه مردم واقعا کار میکرده فعلا، فعلا. میدونی چی میگم یا مثلا اگر که ما میگیم که مثلا زن نقش مادریش مهمتره به خاطر اینکه این زنه که یک بچه رو میتونه تربیت بکنه <applause> خب برای همین قالب مادری و همسری رو خیلی خیلی مهمتر بلتر میکردن ولی هیچ کدوم از اون زنانه نمیگفتن زن فقط نقشش اینه که بره توی خونه بشینه میگفتن اونا خیلی مهمتره اونا رو فدای اینکه بخوایم بیاین توی جامعه فعالیتی بکنی نکنی خب همین دیگه تو مثلا یه ذهن پرورش یافته رو نمیتونی با این وعده وعیدا قانع کنی دیگه که تو مثلا وظیفت اون وظیفه با باید... بارو... اینکه همه اونا مخالف شدن دیگه یه زمانی میدونیم میدونی اونا مثلا حالا زهرا رهنورد تو نه این هشت رفت توی مثلا حبس خانگی با همسرش و این حرفا ولی اونا هم همشون به علاوه خود مثلا اعظم طالقانی اینا هم هم همه اون سالها دیگه مخالف بودن مخالفینی بودن که شاید سعی میکردن که از قانون استفاده بکنن یه خودم عقب انداختن اتفاقی که به هر حال به نظر من میافتاد و میتونه زودتر بیفته ولی همیشه مخالف بودن میدونی حالا یعنی آخر مثالی که زدی رو من دارم میگم یعنی اون دوتایی که مثلا من در موردشون بیشتر خوندم یعنی در نهایت حالا سوای تمام سرکوبایی که جمهوری اسلامی کرد خانوما را حقوقشون رو گرفت و اینا حتی نتونست یه تصویری ارائه بده که در واقع ذهن یه سری خانومی که حالا تحصیل کرده است و همچنان به اسلام هم باورداره رو قانع کنه چون نه؟ جایگاهی توی اجتماع نتونست برای این آدم ها مهیا کنه که به تناسب سوادشون باشه به تناسب قابلیت هاشون باشه نه اینکه حالا مثلا شهر چی گفته و نمیدونم مادر نیچر مثلا با بدن بدن هندمیت تیل رو دیدین تا حالا که میگن در مورد ایران و اینا خب یکی از ترسناک ترین بخش اون سریال که من واقعا فقط دو قسمتش رو تونستم ببینم نه نام چرا تو هواپیما دیدم من همینجور تو هواپیما استرس دارم اون دو تا قسمت هم اصلا دیگه بخش ترسناکش به نظر من زنانی هستن که به اون حکومت هن. آره خب اون حالا, حالا اسمش نمیدم نمی آها با اینه ببین یا میشن اون آدما کسانی که نزدیک به رژیم هستن کسانی که دیگه هرچی حکومت بگه همونه حتی اگر که حقوق خودشون داره پایمال میشه خب یه سری هم میشن به قول تو همین تحصیل کرده هایی که خود اونا میخورده دنبال این میگردن که خب چرا بعد اینجوری باشه مگه ما چیمون کمتره مثل ازم طالقانی که میگفت رجل سیاسی لفظه هیچ جا گفته نشده که رجل آه. سیاسی مرد بعد باشه جنسیتش نرینه بعد باشه و این حرفا مطالبه گری میکنن اصلا به نظر من خاصیت کسی که می خب هر کسی تو اون خواستگاهی که داره و تفکرات غالبش تبدیل به مطالبه میشه که خیلی از این کسانی که به قول تو اول انقلاب خیلی هم تلاش کردن و خیلی هم مثلا مهره مهمی بودن تو نقششون و این حرفا بعد از یه مدتی مطالبه گر شدن میگم فقط حالا ای 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 کاش که زودتر این اتفاق می افتاد حالا من آره واقعا دوست دارم یه کسی دوست. که به این چیزا باور داره و قانه هم شده باشه که همینی که هست نه, نه. قانع شده باشه که این چیزی که اینا دارن ارائه میدن واقعا مطلوبه برای یه حالا خانومی که هم مثلا به اسلام باور داره همین که خب تحصیل کرده است و میدونه می یک نفر مثلا بیاد بگه که نه این تصویر شدنیه چون نیست فرقی نداریم با طالبان خب آها آه یه چیزی میخوام بهت بگم ولی اون آدم هم باز پس نمیاندیشه میخوام همینو رو بدم ببین تحصیل... یکی بیاد قانع کنه ما آها. رو که اندیشیده و به این نتیجه رسیده ببین یه چیزی بهت بگم بگیره. ولی ببین یه چیزی بهت بگم تحصیل الزامن این نیستش که طرف میدونه و فهمیده بر هم میگم بحث منطقی یعنی نیاد بگه که مثلا شعر اینو خدا اینو خواسته پس همینه خب میخوایم همین مدرسکه رو دعوت کنیم همین رو میخوایم اصلا به نظر من چیز بحث علکیه بیشتر نه اصلا من میگم این آدم وجود نداره میگم ولی میگه ای ای اصلا, کاش اصلا وجود نداره چرا که بتونه بیاد منطقی آقا به ما نشون بده که این شدنیه منطقی که بعید بدونم ولی خب آخه وقتی که بحث منو به خرافه و باور و خب... اینا نکش خب هم چیزی وجود نداره همین نه واسه هم اون ره که ره میاد ره میگه ماردان. خدا رو شکر چادریام دین ببین یه مقدار زیادیش خرافه است دین برای برا همین تو اگر در متن دین هر دینی میخواد اسلام باشه میخواد هر, با... هر, هر ایدئولوژی هر باوری تو قالب اون با کسی نمیتونی بحث منطقی کنی چون آخرش این هست اولا که بهتون یه چیزی بگم این گونه های گون چی میشه به این فارسی این اه... پدر بزن بهادورا بزن بهادورای جمهوری اسلامی خب بسیار توی امر بحث کردن یه جوری بپیچونن تو این حرفا آه. من تو دانشگاه داشتیم دیگه ببین اصلا بحث رو به یه جایی میرسوندن که تو با خودت میگفتی دیوونه میشی مثلا قرمه می سبزی شیم. شروع شد چه جوری مثلا رسید به صدر اسلام من نمیدونم آره خب اون که هیچی میگن سخت کار دنیا بحث کردن با احمد آها باری کلا ببین خود جواب خودتو پس دادی و در نهایت این هستش که خدا گفت این گفت آها یه حرف خیلی جالب دیگه, دیگه که مهدی نوربخش زد این بودش که گفتش که بابا اینا خودشون در مورد خودشون میگن نظام مقدس جمهوری اسلامی با اینا چه بحثی ما میخوایم بکنیم که در مورد نظام میگن مقدسه اه. چه بحثی دیگه میمونه واقعا با این گروه این صحبت ها شد بحث اسلام و... این داستان ها باور و عقاید یاد این حرکت دالای لاما افتادم تا نفته صحبت نکردیم نه, صحبت نه یه هفته فاصله افتاد دیگه یه بچه رو پسر بچه رو از لب بوستید زهر. و بعد, بعد گفت زبون منو رو بمک. بمک بعد حالا این میگن یکی توییتی زد نمیدونم دیدید یا نه یه اشاره کرده بود به صدر اسلام آه. آره میدونم کیو میگی اون اصلا <تصفح> خیلی, خیلی داستاناش خوبه دا. آره آره که گفته بود ما دالایلاما داشتیم وقتی دالایلما داشتم يعني... اون اون اکانت کلا این مدت ماه رمضان خیلی داستانای صدر اسلامو با زبان مزاح و با مزه نوش و ببین چیزا یعنی <تصفح> مثلا مدلی هم که با سرد و مدرک نه اینکه مثلا من دارم داستان سرایی میکنم خیلی خوب بود بعد خدافزی هم که گفت عید فطر هم براتون یه داستان آخری رو خیلی با گفت خدافزی که خدا, آره خدا... دیگه چون خب عید فطر تام بود اینم فطریه و اینم داستان آخر اون خیلی من میگم اشکال نداره ببینیم اپیزودو یک ساعت و دو ده دقیقه شده اونو بذاری بر هفته بعد خیلی بعد میشه می... از موضوعیت میفته نه یه بفرمایید آخه من میخواستم وسط اپیزود مثلا هر بار یه 10 تا 15 تاشو برم آخ حالا الان بگو یه 5 دقیقه بعدش ادامه میدیم انگار وسط اپیزوده <applause> نه دیگه بذار بگم ولی جالبه از اون جایی که این سه نفری که ما اینجا هستیم تولدامون مثلا 3-4 چهار هفته با هم فاصله داره تو سه چهار هفته همه متولد شدیم شدم توی ماه اپریل چرا همه تولد خیلی تولد داشتم اصلا عجیب بذار از بدبختی شهر روز بهت بگم باباش من مامانش دو تا خاله هاش تو اپری آره. دوست سمیمیش و شوهر یکی از دوست سمیم هم ولی خب خودهاش اون هم ایران هست یه دوست غیر سمیمیش هم دارش اپری آه بیا بیا آره دیگه, آه دیگه. آه. چند خیلی. بودی تو؟ هفته من دارم تو اپری خیلی اپری زیاده قبلش چی بوده؟ نوما قبلش چی بوده؟ نه ما قبلش چیز آخر اواخر بهار اول تابستون گرمای خود چیز میکنه بگو, بگو ب... منم میخوام با یه جوک تمام کنم اپیزود قشنگ بود توی توییتر هم اینجور اول من نمیفهمم دیگه چی کار کردن با توییتر یه سری دریوری میاد توی تایملاین که من نمیدونم از کجا میاد ولی وسط این دریوری ها چیز خوبی هم بامزمی. میاد من حالا خانم یا آقای پیپر من نمیدونم کی هست نمید. یه توییت جالبی زده نوشته تو روز تولدم اجازه بدید چند تا چیزایی که به نظرم انسان رو به زندگی سعادتمندانه نزدیک میکنه به تو معرفی کنم یه سری جالب بود به نظرم پنجا خورده یه. مورد یک گفته سکس کنید دو گفته با انسانهای احمق سکس نکنید سه مسواک بزنید چهار فراموش نکنید که میمیرید و فراموش میشید پنج خوشحالی و خوشبختی یه چیز ثابت و همیشگی نیست 6 عشق بورزید هفت میوه بخورید 8 در طول روز حرکات کششی انجام بدید آها نو خیلی مهمه بپذیرید که همه قرار نیست دوستتون داشته باشن آه. خیلی زیباست من, ده... من نمیخوام بپذیرم <applause> اون یه دونه من کامنت. نمیتونم بپذیرم ده... ده بپذیرید که هیچی و هیچکی کامل نیست آها. یازده بپذیرید که ما خیلی چیزها رو نمیدونیم دوازده یه هنر رو حرفه یاد بگیری صرفا به خاطر یادگیریش سیزده دوباره مهمه دیروز با... اینو به تو گفتن آه. آره اتفاقا رفتن دنبالش با همه بحث نکنید ام. آره واقعا با... با... بحث کنید ولی بپذیرید که طرف مقابل لزوما قرار نیست حرفتون رو قبول کنه, کنه. قبول مهمه 15 روزی 6 7 ساعت بخوابید حداقل 16 موقع عصبانیت از خودتون بپرسید آیا این کاری که دارم میکنم یا این حرفی که دارم میزنم نیازه آره. این واقعا آره با... یک بتین کارو برده 17 آب بخورید <laughs> 18 ایده های شاهکار معمولا سادن نوزده معنایی وجود نداره اینم من خیلی موافقم باره. باش 20 بازی کنید به خاطر بازی کردن نه صرفا برای برد و باخت آفرین آره نمیتونم اینا رو میبینید <صف> اصلا ماها <نمیتونه>. آقا <صف> من نمیتونه. من ولی خیلی راحت میتونم با کسایی هم که همش رقابتی ان هم نمیتونم بازی کنم خب اگه میتونی برای برد و باخت بازی نکنی. یه دفعه مافیا بازی کردین دیگه مافیا رو پوسیدم بازی نه مافیا رو ولی من بازی کامپیوتری همه رو برای برد و باخت آخ بله اون اونا اصلا نمیتونم 21 با خانوادهتون وقت بگذرونید چه شوی هم بذارید میمیرین و دیگه فرصتش رو پیدا نمیکنید 22 دنیا رو از زاویه خوب و بد نبینید 23 اگه چیزی قشنگه و ازش لذت میبرید به زبون بیارید آره آفرین خیلی درست خیلی جالب میشه 24 با خودتون صحبت سازنده داشته باشید اینم که معمولا نداریم دیگه داریم دعوا میکنیم 25 اگه لحظه خوشحال بودید و حس کردید بهتر از این نمیشه اون لحظه با تمام وجودتون تجربهش کنید اینو ما معمولا اینجوری که خب این الان لحظه تمام میشه شت بعدی داریم. داره میاد از این خیلی لذت نبریم که شت هم خیلی اذیتمون آره دیگه زندگی همین لحظات کوتاه 26 اینکه چیزی پیچیده باشه دلیل بر خوب بودنش نیست آه. بیست از اون ورم خیلی ساده است داری به من تو هم نگاه آره با... خیلی 27. این که چیزی ناب و خلاقانه باشه دلیلی بر خوب بودنش نیست بیست واسه خودتون بنویسید خاطرات احساسات بیست تا حد امکان انسانها رو تحمل کنید ام. سی کنجکاو باشی زندگی و دنیا پر از چیزهای عجیب و جالبه واقعا سی و یک فکر نکنید خیلی فرصت داری زود میگذره استفاده کنید از فرصت زندگی سی و دو کیفیت مهمتر از کمیته ولی, ولی گاهی اوقات کمیت هم به کار میاد حالا دیگه برداشته مختلف میشه ازش کرد ولی ما فهمیدیم تا چه برداشتی کردیم سی و سه اتفاقا من جدیدم به این نتیجه رسیدم که جمع 5 تا 20 صد نمیشه آفاید. شما دنبال صدید باید یه صد, یه صد پیدا, پیدا کنید باید. هیچ وقت جمع 5 تا 20 صد نمیشه یعنی 80 تا صد یه دونه بود بهتر از اینه که چهار 5 تا 20 بیس خیلی اتفاق مهم ببین چرا آخر پسو چه حرفایی به همون میزنه بله فکرم مشغول شد سی و هوای دوست و رفیقات آن آن داشته باشید گوش دادی؟ بعد هوای دوست و رفیقاتون داشت دیگه من دیگه باید فقط باید ببخشید و این سه تا دوربین گرفته این سه تا دوربین گرفته سی و چهار به دیگه هم توجه کنید بله اکثر مواقع 35 اکثر مواقع مشکلاتتون اونقدر که فکر میکنید بزرگ بزرگ نیست. واقعا خیلی درسته. ببین اون مدتی که حس خیلی مشکلتون بزرگه، خونه برید، بیرون قدم بزنید. آركte. متوجه میشید که لوزمون بزن. بزنید. واقعا <تص> واقعا <lasers> من یه بازی خیلی این کارو کردم. 36 اکثر اوقات اونقدری که فکر میکنید ضعیف نیستید. 37 هر بار با ترساتون مواجه نمیشه این مهمه. هر بار با ترساتون مواجه نمیشید مغزتون خوشش میاد و میزان استرابتون رو بیشتر میکنه که هیچ وقت نتونید مواجه بشید سی و هشت هم مثل ال مهمه سی و نه داشتن پول لزوما به خوشحالی ختم نمیشه ولی بهش کمک میکنه چهل <سده> <سده> <هير tirar> <initiatives> زیاد درگیر بحران وجودی نباشید این existential کرایسیس و اینا زندگی همینه که هست آره. برای هفته دیگه نمیخوای بذاری با میشه آنه میخوای تمامش کنی یه دیگر میخواد هفته دیگه بخونم <سده> چلو یک خیام بخونید چلو دو داستان شرق بنفشه رو بخونید ام. من, من نخوندم چی سی... چلو سه سریال ساینفلد رو ببینید سی... ببینید آره واقعا ببینید. چلو چار آره چلو چار کارهای عباس کیاراستامی رو ببینید و بخونید چلو پنگ بپذیرید که انسان ها میان و میرن آها چلو شیش بپذیرید اون که رفته به احتمال زیاد دیگه هیچ وقت نمیاد و نیازی نیست دلتون تا قیامت گریه به اینم بسیار مهمه که آره بعضی وقت پذیرفتنش سخته 47 متفاوت بودن به معنی خوب بودن نیست بله آزادی 48 آزادی به معنی هر گوهی دلت بخواد بخوری نیست مهم. 49 دنیای مجازی رو خیلی جدی نگیری هیچ که خود واقعی شده واقعا واقعا 50 هر از گاهی مست کنید 51 نگفتید واقعا پرستگاه من خب نمی کنم نمیتونم نمیدونم واقعا پنجا یک زندگی یه تجربه شخصی ولی های کنیم دوستمون دیگه زندگی یه تجربه شخصی و عملیه و حالا کشترهایی مثل کشترهایی که تو اینجا خوندید قرار نیست تغییر خاصی توی زندگیتون اینجا. این همه واسه همون یعنی پنجا مورد بالا اصلا پنجا و دو شاد بودن به معنی آها اینو گوش بدید تو رو خدا 52 شاد بودن به معنی خوشحال بودن نیست انسان میتونه وسط رقصیدن و سکس هم خوشحال نباشه واقعا 53 غمگین قمگ... بودن به معنی خوشحال نبودن نیست ماره. اینو من نمیتونم به اطرافیان منتقل کنم که تو قمگ... قمگین هستی؟ قمه خودش لذت بخشه و اون ب... نیازه, نیازه. نیازه. آره بعد آره. نیست تو قمگین نه. باشی نه. افسرده باشی بعد نیست یه وقتایی لازمه پس شاد بودن به معنی خوشحال بودن نیست غمگین بودن هم به معنی خوشحال نبودن نیست نیستش 54 افسردگی واقعا چهره نداره 55 پنج و پنج و پنج. افسردگی در توضیح سادهش یعنی نداشتن شور زندگی غمگین بودن غمگین بودن طولانی لزوما به معنی افسرده بودن نیست آره اینم واقع. بس 56 اینکه یه نفر قشنگ حرف بزنه دلیل نمیشه چیزی حالیش باشه 57 <laughs> اینکه یه نفر علوم و هنرهای این که یه نفر علوم و هنرهای مختلف حالیش باشه دلیل نمیشه انسان جالبی باشه خیلی هاش غیر قابل ت... غیر قابل تعامل اتفاقا 58 زندگی رو از دریچه زیبایی شناسی ببینید حتی درد و مرگ هم زیباست 59 بخش عظیمی از زندگیتون دست شما نیست تمرکز رو بذاری روی اون بخشی که دست شماست 60 برقصید این آدم مورد یکو یادتون بود چی بود گفته بعد این آدم, احمق هم سکس نکنید دو آره دوش بود بعد این آدم فرداش روی همین توییت یه توییت زد گفتش که دیدید میرید دارو خونه میخواید کاندوم بخرید مجبورید یه چهار تا قرص و چیزهای دیگه هم بخرید که زایه, زایه نباشه. نباشه. من هم این شهستار رو نوشتم فقط مورد یک رو بگیم بسنگ واقعا با خیلی دمش اه... اون اونجایی که گفته بودش که معنا نداره و اینکه خوشحال بودن به معنای اه... خوشحال بودن به معنای نه شاد بودن به معنای خوشحال بودن نیست غمگین بودن به معنای خوشحال نبودن نیست ایناش خیلی خوب بود در ادامه یه حرفی که گفتین که مثلا دین میتونه یه جایش خرافه باشه تو اینستاگرام یه زیدم جالب بود نشودش که حضرت موسی اگه میتونست دریا بزرگ اون بزرگی چه بشکافه چرا اول کنه کامنت زیرش خوندی یکی جواب خیلی چیزی دکتر تخصصش توی مایعات بود با جامدات نمی‌دونست کاری بود خیلی خوب گفته دمش گرم واقعا آقا دم همه گیگم که یک ساعت و 20 دقیقه به ما گوش دادید خیلی جالب بود از اپیزودهای خوبمون بود و همه اون فکرم خیلی خوش گذشتم دم گرم بگم گرم بچه ها مرسی فعلا خدافز زن زندگی آزادی مرزاد نبود آره آره